علی همدانی هستم. امروز پنجم ماه میلادی اوت هم هست. دیشب ناآرامی ها در نقاط مختلف ایران ادامه داشته، در حالی که بر اساس گزارش ها ارتباطات اینترنتی مختل شده و فیلتر شکن ها که دسترسی به پیام رسان های مانند تلگرام را تسهیل می کردند هم با دشواری بسیار کار می کنند. کاربران شبکه های اجتماعی با ارسال تصاویر از شیراز، کرج، اشتهار، تهران و قم گزارش کردند که با تاریک شدن هوا در این مناطق معترضان به خیابان ها آمدند و علیه حکومت شعار دادند. در تهران با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی در مناطقی که تصور میشد بار دیگر شاهد تظاهرات باشد، معترضان این بار به حوالی خیابان حافظ رفتند. و تندترین شعارها اینجا در شهر مذهبی قم. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر دیشب تهران آرام بود، گزارش‌های مرتبط با اعتراضات پایتخت را منعکس کرده و شمار تظاهر کنندگان را چند ده نفر ذکر کرده. این خبرگزاری نوشته، نقل به این میکنم، نزدیک 50 نفر در تقاطع خیابان‌های رازی و انقلاب تجمع کرده و به سمت چهارراه کالج حرکت کردند که در نهایت جمعیت شعار دهنده به حدود 200 نفر در محدوده پل کالج رسید، اما نیروی انتظامی فوری جمعیت را متفرق کرد. بی بی سی به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران نمیتواند این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. نقاط مختلف کرج هم شاهد تظاهرات علیه حکومت بوده. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج از اجرای مقررات منع عبور و مرور اتومبیل ها در مناطقی از شهر کرج خبر داده و گفته که تردد وسایل نقلیه از ساعت 6 عصر در مسیرهای منتهی به فلکه اول گوهردشت، همون جایی که در چند روز گذشته تظاهرات بوده، ممنوع است. مرصاد کهنروز گزارش می‌دهد. کرج 13 مرداد سپاه گوهردشت، شدیداً نیرو هست، شدیداً سپاه بسیج ارتش، ولی مردم اثر برد. دور جدید اعتراضات در ایران روز پنجم کرج از کانونهای عمده اعتراض هاست. شنبه 13 مرداد ما اوضاع امنیتی اشتهار کرج. کرج دیشب هم شلوغ بود مانند چند شهر دیگر. سرپرست معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز میگوید عمد افرادی که در این نارامی ها شرکت دارند دغدغه اقتصادی ندارند. او میگوید مقام ها سعی کردند با این تجمعات مماشات کنند و به حرفهای آنان گوش کنند، اما به گفته او دیدند این مطالبات اقتصادی نیست و کاملا ساختار شکنان است. مخالفت معترضان با عملکرد حاکمیت چه در حوزه اقتصاد و چه مذهب و سیاست مشخص است. این اولین بار هم نیست که اعتراض ها با انتقاد از وضعیت معیشتی شروع می شود و در ادامه راه شعارها متوجه بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی می شود. نگرانی مقام ها جدی است. فضای سیاسی و اقتصادی در ایران نارام است. حکومت از بیرون هم تحت فشار. با وضعی که در برجام به وجود آمده با این دولت این ممکن است هیزومی تازه باشد بر آتش اعتراضات. 12/5/97 مهدوی جان. پاسخ دولت و حکومت تا امروز سکوت. نظام جمهوری اسلامی 5 سال پیش به دنبال سالها تحریم و تحمل فشار سیاستش را تغییر داد. رئیس جمهوری که تمام موفقیتش را به رفع تحریم و ورود سرمایه خارجی به ایران گره زده بود، حالا هر دو را نقش بر آب می‌بیند. اقتصاد در تنگنا، تحریم‌ها پیش رو، کشور درگیر اعتراض. دوران سخت در انتظار جمهوری اسلامی. مهرزاد کهنروز گزارش می‌داد. همزمان پرزیدنت دونالد ترامپ با اشاره به وقایع اخیر در ایران در پیام توییتری چند ساعت قبل نوشته که حوادث در ایران و نیز اقتصاد کشور به سرعت رو به وخامت گذاشته. آقای ترامپ گفته که گفتگوی من یا ببخشید آقای ترامپ گفته من یا با آنها ملاقات میکنم یا نه، این به آنها یعنی مقامات در ایران بستگی دارد.
اجازه بدید که قبل از اینکه تحلیل بکنیم همه آنچه که شنیدید رو، تعدادی از پیام‌های صوتی رو که مربوط به نقش روحانیون بعد از انقلاب و همینطور فساد هست و نقش این فسادها در اعتراضات مردمی رو در پیام‌هایی که شما برای ما فرستادید بشنویم، برمیگردیم گفتگو خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد ما رو. باید بگم که نماد این نظام و حکومت روحانیت هستن، اینا همه میدونن، و مخالفان نظام و حکومت هم در جامعه ما این حکومت و این نظام رو اغلب به اسم رژیم آخوندی مینامن. پس میشه نتیجه گرفت که اصلی ترین دلیل گرفتاری و مشکلات کشورمون هم طبعا همه روحانیون هستن. به عنوان یک شهروند ایرانی که در همین انقلاب به دنیا اومدم، تو همین مکتب بزرگ شدم، با همین صدا و سیما در واقع بزرگ شدیم، نه از جای خط میگیریم، نه از اسرائیل، نه از آمریکا، فکر میکنم که مطالبه آنچنان سنگینی نباشه این افرادی که در سطح خیابون ها اومدن، به سطوح اومدن، این مردم نجیب کشورمون، کار میخوان، اقتصاد خوب میخوان، سر سفره هاشون شرمنده خانواده هاشون نباشن. واقعا وضع اقتصادی در ایران اسفناکه، یعنی نه شعار نه صحبتی هست که بخواد به گروهی بی احترامی بشه، به حکومت بخواد بی احترامی بشه، ولی فساد، نقش روحانیت نقش بسزایی هستش در این خرابکاری ها، از سران اول کشور، از سران بالادست تا سران خورده پا، اکثریت روحانی هستن، کسانی که تندرو هستن، کسانی که رادیکال هستن، کسانی که با حرفهای ناشایستشون بعضی موقع ها واقعا به قهقرا دارن میبرن این مرز و بوم رو. از اول تا الان همش زیر سر روحانیته، این یک واقعیته. با این دشمن خطاب کردن تمام دنیا دیوارهایی رو به دور کشور کشیدن و هر آنچه که در داخل کشوره به خارج منتقل کردن، با این همه کمک هایی که به لبنان، فلسطین، عراق، یمن، افغانستان، کشورهای آفریقایی میکنن، ونزوئلا، بدبخت کردن ما رو. اون چی که خودشون میچاپن کم نیست، اون قدر هم دارن میدن به کشورهای دیگه. خب مگر یه کشور دیگه چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ من فکر میکنم که فساد مالی حکومت و سیستم جمهوری اسلامی بسیار بسیار گسترده است، طوری که دیگه غیر قابل مهار کردنه و از رأس تا شاید دونپایه ترین آدم های این نظام درگیر این فساد شدن و علت این که نمیشه باهاش مبارزه کرد همینه، و به نظرم این یکی از دلایل مهم بروز اعتراضات اخیره، چون مردم دیگه امیدی به اصلاح این نظام ندارن. پیام های شما مخاطبان بخش فارسی بی بی سی رو میشنیدیم.